باشه به کانال من خوش اومدید. اگر تازه وارد کانال من شدید لطفا سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. امروز میخوام یه غذای خیلی آسان رو بهتون آموزش بدم که سه سوته بتونید درست کنید. ماکارونی. بله، ماکارونی داریم. گوشت چرخی میتونید از سویا هم استفاده کنید. پیاز، سه عدد ریز، رب گوجه، فلفل، نمک، ادویه. میریم که داشته باشیم. ابتدا مقداری آب را درون قابلمه ریخته. خیلی اوضاع خیته. سپس آب را روی شعله میگذاریم. خب حالا یه مایتابه میذاریم روی گاز سری سه سوته. یه مقدار روغن. پیازمون رو خلالی خورد کردیم. میریزیمش داخل مایتابه. منو اینو یه دکتر ببرش. دوستان عزیز، همینجور که مشاهده میکنید پیازها در حال سرخ شدن هستند و خیلی جلیز ویلیز میکنن. همین هین آبمون هم کم کم داره جوش میاد. آبی که گذاشتیم رو گاز. این فیلم رو لطفا آب از آب فیلم میگیر اینا. به این حالت میبینید یه مقدار که پیاز تفت خود یه قاشق چایخوری بهش زردچوبه اضافه میکنیم. همچنین یه قاشق چایخوری زردچوبه میریزیم تو آبی که در حال جوشه. توجه کنید به این حاله. یه مقدار روغنم به آب اضافه میکنیم. خب حالا نوبت اضافه کردن گوشت. دوستان اگر گوشت نداشتید میتونید از سویا استفاده کنید. از بعد از سرخ شدن گوشت ها یه قاشق چایخوری بهش نمک اضافه میکنیم، فلفل سیاه، فلفل پاپریکا، فلفل قرمز هم میتونید اضافه کنید. مقداری جعفری خشک بهش اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری پر رب گوجه فرنگی. رب گوجه فرنگی خونگی اگر داشته باشید بتونید استفاده کنید، خیلی اطراف هم بهتری داره. خب دوستان، همینجور که ما توجه میکنید گوشتمون سرخ شد. حالا یه مقداری آب به موادمون اضافه میکنیم. آب جوش میذاریم. یه خورده مایه ماکارونیمون رقیق بشه. دوستان چیزه دیگه هم میتونید اضافه کنید، مثل ذرت، خود فرنگی، قارچ، این هم دیگه دل بخواهید. یه مقدار که غلیظ شد خیلی کم دیش رو خاموش میکنیم، میریم سراغ تهیه کردن ماکارونی. آب جوش اومده. من برای دو نفر تقریبا نصف یه ماکارونی 700 گرمی استفاده میکنم. خب ماکارونی که ریختیم داخل آب، دو قاشق چایخوری بهش نمک اضافه کنیم. بچه من روغن رو که ریختم به خاطر این که ماکارونی ها به هم دیگه نچسبه. صبر میکنیم که ماکارونی کامل پخته بشه. زیر مواد که از قبل گذاشتیم خاموش میکنیم. لطفا این برو فیلم میگیرید. این هم آماده است دیگه. زیرش رو خاموش میکنم. خب دوستان، ماکارونی من تقریبا آماده است. باید آب کشش کنید. وقتی میخوایم متوجه بشید که ماکارونی آماده است یا نه،
باید له بشه تو دستون. نه له له، ولی خب یه مقدار له بشه. کم کم آماده است. خب به این صورت آب کشش میکنیم، یه مقدار آب سرد میریزیم روش. تمام ماکارونی توجه کنید باید سرد بشه. اون اگر گرم باشه ماکارونی به هم دیگه میچسبه و اصطلاحا شله میشه. خب بچه ها الان قابلمه رو گذاشتیم روی گاز، یه مقدار روغن می‌ریزیم. برای ته قابلمه میتونید از نون استفاده کنید یا سیب زمینی. من همیشه از سیب زمینی استفاده میکنم چون سیب زمینی رو بیشتر دوست دارم. میچینیم کف قابلمه. یه مقدار از ماکارونی رو اضافه میکنیم، حتما نصف ماکارونی. بعد مایه ماکارونی رو اضافه میکنیم. و در آخر بقیه ماکارونی رو اضافه میکنیم. حالا یه دمکنی میذاریم روش و به مدت نیم ساعت میذاریم که دم بکشه. دم کنی رو میذاریم.